دوستان گرانقدر به بخش دوم درس روز 35 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس گذشته ما و شما روی ریسیف پیمنت صحبت کردیم و گفتیم که اگر یک مشتری برای ما و شما فول پیمنت میکنه در مقابل جنسی که اینا خریداری کرده، چه قسم ما و شما او رو در برنامه کویک بوکس میرسانیم و ریکارد میکنیم، ای را صحبت کردیم. امروز ما شما روی از این صحبت میکنیم که اگر یک مشتری برای ما فول پیمنت نمیکنه، برای ما میگه که بیادر 50% امروز برد پیمنت میکنم و 50% که از سبا یا در روز بعد پیمنت میکنم برد، پس این جریان چه قسم ما شما در برنامه کویک بوکس میرسانیم؟ خب ما میاییم اینمی مشتری که شما میبینین به نام اجمل همدرد است، ای را باز انتخاب میکنم، میرم در منوی کاستومرز و برزی یک انوایس جور میکنم. به طور مثال این نفر برای ما پرچیز آرڈر کرده بود و گفت که پدر برای ما شما کویک بوک ترنینگ پروواید کنین و ما به اساس اینمی قیمت که است به 10 نفر که است ترنینگ پروواید کردیم. 10 نفرش 30,000 افغانی میشه، 1 نفرش 3,000 افغانی است و ترنینگ که از تقریبا ما دیروز تمام کردیم، یا بله دیروز این تاریخ 5 تمام کردیم، بله تاریخ 5 ایره ما تمام کردیم ترنینگ. انوایس امروز ما جور میکنم برش به طور مثال و بعد از که انوایس ما مکمل جور کردیم ایره سیو این کلوز میگیم. سپلنگ چکش هم اگنور میکنم من مکمل. شما ببینین باز در هیستری اینمی نفر، اینمی مشتری ما به نام اجمل همدرد 30,000 افغانی چی شده؟ اضافه شده و ای باساس اینمی انوایس نمبر که نمبرش 2 هستم، نمبرش 9 ایجا چی شده؟ اضافه شده. و اگر شما بیاین در کمپانی سنپشارت اکاونت ریسیویبل ما شما هم چی شده؟ به افغانی زیاد شده. چقدر شده اکاونت ریسیویبل ما شما به افغانی؟ 55,500 افغانی. و ای از چیست؟ 25,500 که است از سری علی احمد قرض است و 30,000 افغانی که از سری زین نفر قرض است. ای به خاطر عزیزه. خب ما چی میکنیم؟ اینی پول دریافت میکنم و ایرم 50% دریافت میکنم. میام در کجا؟ باز در مینوی کاستومرز و روی ریسیف پیمنتس کلیک میکنم. در این قسمت نام مشتری که برای ما پیمنت میکنه او را انتخاب میکنه. نوی که پیمنت میکنه به چی نوی پیمنت میکنه؟ با کیش هست یا با چک هست؟ اگر چک باشه در اینجا انوایس نمبر و در پلویش چک نمبر هم نوشته کده میتونیم. ما میگیم به شکل کیش هست. خب این پیمنت که میکنه از کدام انوایس نمبر هست؟ INV نمبر 9. خب فول پیمنت میکنه، اگر شما اید انتخاب کنین، اگر فول پیمنت میکنه مکمل پیمنت ازی توتل اماونت هده اوجه برای ما نشان میده. این دفعه ما میگم برش قسمی که ما شما صحبت کردیم، میگم که این نفر برای ما 50% پیمنت میکنه و 50% چقدر میشه؟ 15,000 افغانی میشه. در اینجا شما ببینین اول در این قسمت پایین برای ما میگه که بیادر اماونت دو توتل اماونت سر از این نفر که ما سر از این قرض داشتیم سر از این مشتری ما شما 30,000 افغانی بود. اپلاید پیمنت که یا برای ما میکنه 15,000 افغانی است. یعنی 15,000 افغانی در اینجا اتوماتیکلی خودش آمده. و در قسمت پایین برای ما یک کماند دیگه فعال شد به نام اندر پیمنت. میگه توتل اماونت سر از این که از ما شما قرض بود چقدر بود؟ اوریجینال اماونت 30,000 افغانی بود. از این کس وقتی که 15,000 از این برای ما پی کنه این نفر، 15,000 افغانی دیگه سر از این اندر پیمنت میمانه، یعنی باقی میمانه سر از این. این پیمنت چه قسم میکنین؟ این برش ماف میکنین سعیستا و یا میگین که نه لیو دیس از اندر پیمنت. میگم این اندر پیمنت بان که وقتی که دو روز بعد یا در روز بعد آمن پس پیمنت برای ما کرد، دو وقت ما ای را چی میکنیم؟ کلیر میکنیم. فعلا ای را اندر پیمنت میمانیم. بعد از چی کار میکنیم؟ فقط روی سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی روی سیو این کلوز کلیک کردین
شما ببینین اونمو پولی که سرزو در بخش بیلنس که 30,000 افغانی بود نشان میداد برای ما با 15,000 افغانی تبدیل شد. چرا؟ به خاطر ازی که برای ما 15,000 افغانی را پیمنت کرد از این وایس نمبر چند؟ این وایس نمبر 9. 15,000 دیگه سرزی باقی مانده. اگر شما بیاین در کمپانی سنپشارت، در کمپانی سنپشارت که بیاین در اینجا ببین اکاونت رسیویبل ما شما به افغانی به 40,500 افغانی پایین شد. در قبلی که قبلن که ما شما او رو چک کردیم 55,500 افغانی بود، حالا چقدر شد؟ 40,500 افغانی شد. و در اکاونتی که بنامی undeposited fund یاد می شود، اگر ما شما بریم در بخشی ریپورت و در ریپورت بعد از ما شما بیایم در accountant and taxes در اینجا روی trial balance کلیک کنیم و در قسمت last month all انتخاب کنیم، در اینجا شما ببینین undeposited fund ما شما چقدر شده؟ 25,200 شده. چرا؟ اگر روی زی دبل کلیک کنین میگه یک دفعه 10,200 افغانی از یک نفر به نام اجمل همدرد رسیف کردی، باز از این نفر که مشتری ما شماست بازی برای ما 15,000 دیگه پیمنت کرده که مکمل چقدر میشه؟ 25,200 افغانی میشه. اگر ما شما بیایم در مینوی لیس روی چارت اف اکاونتس کلیک کنیم، در اینجا برای ما نشان میده که در اکاونتی که به نام undeposited fund یاد میشه چقدر پول است؟ 25,200 افغانی پول است. یکی ایره ما شما در کجا انتقال میتیم؟ در کیش اکاونت خود انتقال میتیم، با کیشیر میتیم یا در کدام بانک ترانسفر میکنیم؟ این موضوعات بعدی است. خب شما باید ایره بفهمین که وقتی که یک مشتری برای ما پارشلی پیمنت میکنه که 50% باشه، اگه 30% باشه، او رو چه قسم ما شما در برنامه کویک بوکس ریکارد میکنیم؟ خب به طور مثال بعد از یک مدت، یک روز بعد یا دو روز بعد این نفر باز آمد، یا امروز 3 ساعت بعد باز آمد گفت پدر دیگه شما پیمنت میکنم بر 15,000 دیگه که باقی است، باید در برنامه کویک بوکس رسانده شو و ریکارد شو. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ باز در مینوی کاستومرز میایم، باز روی کماند ریسیو پیمنتس کلیک میکنیم و بعد از او نام مشتری رو که انتخاب کنین برای ما میگی بدر اینی مشتری از امی تاریخ که است 15,000 افغانی چیست قرضدار هستم. اوریجینال اماونت ازی چقدر بود؟ 30,000 افغانی بود و فعلا که است اماونت دو که است 15,000 افغانی است، بخاطر ازی که ای برای ما و شما چی کده؟ پیمنت کده بود. اینجا شما ببین برای ما میگه اماونت دو اینقدر است، اپلایت هم 15,000. وقتی که اگه 15,000 برای ما پیمنت کن اپلاید چقدر میشه؟ 15,000. اگر کم میکنین شما ایره کم کرده میتونین، مشکل نداره. اگر کم کنین و کماند دیگه باز در اینجا فال میشه و مطابقی شما میتونین به حیثی اندر پیمنت رو نگاه کنین، در بعدن رو چی کنین شما؟ پیمنت کنین. ما میگم نه، این دفعه این افر کس مکمل برای ما پیمنت کرد و این رفرنس نمبر ازی چند چیستا؟ میگم رفرنس نمبر ازی کس نوس، یعنی به اساس این وایس نمبر نوی رو به شکل کش برای ما چی کرده؟ پیمنت کرده. برزو فقط روی سیو این کلوز کلیک میکنه، وقتی که روی سیو این کلوز کلیک کردین شما ببین دا بیلنس ازی که است بیلنس چقدر شده؟ صفر شده. بیلنس مکمل ازی چی شده؟ کلیر شده. دا اینجا شما ببینین بعد از این وایس کیس دو ترانزکشن دیگه ریکارد شده، هر دویش پیمنت هستن. 15,000 یک است، 15,000 دیگه است. از این قسمت هم شما او را معلوم کرده میتونین که نفر چرا بیلنس ازی صفر است. و اگر شما بیاین در این قسمت روی کمپانی سنپشارت کلیک کنید، در اینجا برای ما نشان میده که اکاونت رسیویبل ما شما به افغانی 25,500 مانده که او هم از مشتری دومی ما شما است. در اینجا برای ما نشان میده ای از کیس؟ از علی احمد. موضوع اجمل همدرد که از کلیر شده، به خاطر از اینکه چقدر پیسه که سر از ما شما قرض داشتیم او را مکمل برای ما چی کرده؟ پیمنت کرده. و حالا اگر شما بیاین در مینوی ریپورت در اکاونتینگ اند تکسس در اینجا روی ترایل بالانس کلیک کنین شما، در اینجا من آل انتخاب کنم در ریپورت تاریخش، تاریخشی که آل انتخاب کردین در undeposited fund شما ببینین 40,000 افغانی شده. چرا 40,200 افغانی است؟ روی ازی کلیک کنین، به خاطر ازی که میگه یک دفعه این نفر یک نفر به نام اجمل همدرد که مشتری است به اساس اینوایس نمبر 8 برای ما پیمنت کرده و این در حقیقت اکاونت ریسیویبل ما شما بود چقدر؟ 10,200. بعد از 15,000 بعد از 15,000 مکمل چقدر شده؟ 10,200 افغانی شده. و به اساس مشتری هم شما ریپورت دیده میتونید و به اساس ترایل بالانس هم شما میتونید ریپورت جنریت کنید. ای بود درس امروزی ما شما.